سلام به همه و خوش اومدیم به این ویدیو تو این ویدیو هم میخوایم بریم سراغ مسابقات سینگفیلد فیلد کاپ این دفعه میخوایم بریم سراغ بازی علیرضا فیروزیا در مقابل فابیان کاروانا که در دور ششم این مسابقات برگزار میشه همونجوری که توی ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم این مسابقات خیلی برای علیرضا فیروزیا مهمه چون اگر که میخواد توی مسابقات کاندیداتوری شطرنج باشه حتما باید افزایش ریتینگ داشته باشه و از اونجایی که توی دور چهارم وسلیسو تونسته بازی خودش رو ببره و ریتینگ خودش رو افزایش بده و توی دور پنجم الیرزا فریزیو به لون آرونیان بازی رو واگذار کرد قاعدتا این بازی براش تعیین کننده است که حتما باید این بازی رو ببر تا بتونه به کاندیداتوری در واقع راه پیدا کنه البته که چنان هم بعد از اینکه حتی اگر که این بازی رو هم به بازه شانسی داره اما خب شانسش خیلی خیلی ضعیف میشه برای حضور توی مسابقات کاندیداتوری فرمت این مسابقه به این شکلی که هر کن برای 40 حرکت ابتدایی 90 دقیقه زمان داره و برای باقی مسابقه 30 دقیقه به ساعتشون اضافه میشه و به ازای هر حرکت هم 30 ثانیه پاداش زمانی دارن خب دیگه بریم سراغ این مسابقه خب تو این مسابقه فیروزجا مهرای سفید رو داره و گوشش ای 4 انتخاب میکنه حرکت ای 5 حرکت اسب f و در نیت حرکت اسب C6 حرکت فیل C4 گشش ایتالیایی اسب توی خونه F6 حمله داره به پیاده که حرکت اسب G5 و حمله یه فراید لیبر انتخاب میکنه اینجا بازی کنه سفید که با حرکت D5 استاندارد ها دفاع میشه تعویز میشه اسب توی خونه A5 فیل کیش میده پیاده رو به جلو میره تعویز. تعویز. تعویز و در نیت فیل خونه B5 دو انتخاب داره یا اینکه باید بیاد توی خونه D3 یا اینکه باید بیاد توی خونه E2 ای اینها قوی ترین حرکات ممکنه هستن اما حرکتی که معمولا من میبینم بازیکن های ضعیف انجام میدن این که فیلشون رو توی این قط همچنان نگه دارن که بعد از اینکه این حرکت انجام بشه حرکت چیش میاد دست برمیگرده پیاده رو به جلو میره وزیر میاد توی بازی و این پوزیشن کاملا به سمت سیاه خواهد بود به خاطر اینکه دسترسی خیلی زیادی بازیکن سیاه داره توی پوزیشن اما خب توی این پوزیشن فیل اومد توی خونه دی سه قرار گرفت اینجا فابی حرکت اسب دی 5 انجام میده و حمله رو داره به اسب خونه جی 5 که با حرکت h ای 4 اینجوری دفاع میکنه علیرضا رضا اینجا حرکت h ای 6 بازی میشه و وزیر گسترش پیدا میکنه و اصلا برام مهم نیست که اگر که اینجا تعویض بشه اگر که اینجا تعویض بشه قاعدتا رخ از دست رفته میشه و همچنین تهدیدی هم داریم ری پیاده خونه F7 و قاعدتا بازیکن سیاه نمیتونه حرکت واقعا افتضای جی انجام بده چون اگر که این حرکت انجام بشه فیل تعویز میشه تعویز میشه و در نهایت توی این پوزیشن مات خواهید شد و دیگه هیچ راهی برای دفاع وجود نداره به همین دلیل اینجا توی این پوزیشن وزیر میاد توی خونه f6 اسب میاد توی خونه ای 4 و وزیر جابجا جا میشه و در نهایت حرکت بی انجام میشه اینجا حرکت جیشیش انجام میشه که وزیر برمیگرده و در نهایت حرکت f5 پوزیشن رو کاملا کنترل میکنه برای بازیکن سیاه البته که این فضایی که برای شاه خودش ساخته ممکنه خطرناک باشه و باید خیلی حواسش باشه که میخواد چه جوری دفاع کنه اینجا فابیانو کاروان این حرکت انجام شد اسمومتی خونه سیسه فیل گسترش پیدا میکنه فیل توی این کتا میشه و در نهایت قلعه میره اینجا بازیکن سیاه بازیکن سفید اسبش رو توی خونه ای سه قرار میده حرکت ای 4 میاد و در نهایت فیل میاد توی خونه ای سی 4 قرار میگیره تیم پوزیشن فابی تصمیم گرفت اسب خونه ای 5 رو بده که انتخاب درستیه تعویض میکنه با فیل فیل هم توی قطر خیلی خوبی قرار داشت که میتونست خطرناک باشه که اینجا تعویض میشه با وزیر زده میشه و رخ میاد توی خونه ای بی 8 این حرکت رخ واقعا حرکت بدیه به خاطر اینکه شما میبینید که حرکت بی 3 بازی شده پیاده کنترل شده و قاعدتا این رخ توی این فایل عملا کاری به اون صورت نمیکنه اگر که توی همون خونه ای 8 قرار می داشت حداقل میتونست پشتیبان این پیاده که قرار رو به جلو بره باشه اما خب این حرکت رو انتخاب کرد که در نیت فیروزجا اینجا قلهی بزرگ میره همونطور که گفتیم فیروزجا به برد نیاز داره و قاعدتا میخواد بر سراغ یک بازی که هجومی باشه پس باید در تضاد شاه حریفش قلعه بره که اینجا قلعه بزرگ میره که میتونست قلعه کوچیک هم بره اما خب قلعه بزرگ میگه که حداقل بتونه چیزی رو برای خودش به وجود بیاره و بتونه به مسابقات کاندیداتوری راه پیدا کنه که این حرکت انجام شد رخ خومت توی خونه B4 وزیر برمیگرد توی خونه E2 و در حرکت A5 بازی میشه توسط بازیکن سیا که ایده هم مشخصه میخوایم سراغ حرکت A4 توی یک سری از لاین ها این حرکت انجام شد که حرکت اشتباه رخ ای یک بازی شد حرکتی که باید بازیکن سفید تو این پوزیشن پیدا میکرد حرکت جی بود اما این حرکت رو نتونست پیدا کنه و حرکت رخ ای یک رو انجام داد که اگر که بخواید دقیق بازی کنید باید حرکت اسب در واقع F4 رو انجام بدین حمله کنید به وزیر وزیر قاعدتا نمیتونه بیاد بالا چون میریم سراغ پیاده و چنگال رو داریم پس قاعدتا این حرکت وجود نداره اما بعد از این حرکت اگر که وزیر بخواد برگرده اینجا حرکت H4 خیلی قویه اینجا خیلی قویه و بازی رو به سمت سیاه میکشونه تعویض هایی رو داریم فایل رو باز میکنیم فیلم میتونه وارد بازی بشه یک جورایی و رخ میتونیم بیاد واقعا دفاع خاصی از این پوزیشن نخواهد بود اما خب این حرکت رو انتخاب نکرد تو این پوزیشن بازیکن سیاه و یک راست رفت سراغ حرکت ای 4 که این حرکت ایده درستیه و نمیشه واقعا گفت حرکت بدیه ولی خب اگر که می‌خواستین دقیق بازی کنین اول باید حرکت اسب اف بازی می‌کردین اما خب واقعا حرکت درستیه که تو این پوزیشن انجام داد بازیکن سیاه با. یعنی اگر که می‌خوام برایتون براتون یه مثال بزنم اگر که اینجا بازیکن سفید اسبش رو بده بازیکن سیاه قربانی داره قربانی رخ داره و بعد از اینکه قربانی قبول شد شما اینجا فیل های سیاه رو تعویض می‌کنین با شاه زده میشه و حرکت بی‌نظیری که شما باید پیدا کنید حرکت فیل ای شیشه. حمله داریم روی وزیر و همچنین میخوایم رخ رو وارد بازی کنیم اگر که این قربانی قبول شد رخ میاد توی بازی همراه با کیش و شاه مثلا میگیم فرقی هم نداره مثلا به توی خونه سی یک حرکت اسب بی چار پوزیشن رو بازنده میکنه تهدید ماتی رو داریم و هیچ راهی نیست همچنین داریم به وزیر هم حمله میکنیم و دیگه واقعا دفاعی نیست و همینجا میتونید از بازی انصراف بدید اما خب این حرکت رو انجام داد و فیروز اصلا ریاکتی نشون نداد و تعویزی نکرد و فقط حرکت جی انجام داد این حرکت جیسم باز اینجا نمیشه گفت حرکت بدیه چون حداقل جوره این اسب رو میگیرید به هر حال این حرکت انجام شد و در نهایت تعویض میشه تعویض میشه و وضعیت میاد توی خونیه D6 قرار میگیره حرکت F3 بازی میشه و وزیر میاد توی خونه C4 قرار میگیره آروم آروم وزیر داره و حمله ملحق میشه و میخواد بیاد توی خونه A5 و فشر رو به این پیاده به در واقع به این اسب بیاره که توی پوزیشن به شدت بعدی قرار گرفته این حرکت انجام شد اسب اومد توی خونه B1 قرار گرفت و رخ اومد توی خونه E8 با ایده هایی برای تعویض کردن یا جلو بردن پیاده اینجا فیروزیا پیاده خونه ای 4 میزنه با پیاده زده میشه و در نهایت میاد توی خونه ای ایس قرار میگیره و میپرسید خب الان قربانی تفاوت رو برده فیروزیا و به نظر میتونه بازی رو به برد تبدیل کنه اما به خاطر حضور این پیاده فوق العاده قدرتمند و این فیل سیایی که این پوزیشن رو کنترل میکنه این قربانی تفاوت عملا چیزی نیست این حرکت انجام میشه وزیر میاد توی خونه ای 5 تعویز تعویز و در نیت اسب هم به حمله ملحق میشه البته که الان کاملا این خونه تحت کنترل اما خب تهدیدهایی رو میتونه وجود بیاره و خونه ای هم همچنان تحت کنترل و هم عملا همه خونه ها تحت کنترل اما خب فشاری رو بازیکن سیاه داره به پوزیشن میاره این حرکت انجام شد حرکت دی 4 بازی میشه که حرکت ای 3 رو بازی میکنه اینجا فیروزیا از زیر این فشار خارج میشه همچنین اینو بگم حرکت دیچاری که بازی شد در واقع دلیلش این بوده که حداقل سعی کنیم آنپاسان بزنه اگر که آنپاسان نزد حداقل جلوی این قطر رو ببندیم که به همین دلیل حرکت در واقع دیچار و فیرج انتخاب کرد که بتونه به سادگی این اسبش رو یک جورایی کنترل کنه و جابجا کنه این حرکت انجام شد حرکت ایسه انجام میشه و شاه میاد توی خونه بی میخواد کنترل رو بگیره حتی کنترل خونه ای, ای یک دیگه واقعا خونه دی همونجور که ببینید کنترل شده و حرکت واقعا عادیه که یک انسان تو این پوزیشن واقعا انجام میده با اینکه حرکت اشتباهیه چون خودتون میرین زیر این قطر و این فشار ولی خب به هر حال حرکتیه که باید تو این پوزیشن انجام بدید که این حرکت انجام شد بعد از اون حرکت این هم باز هم یک حرکت درستیه که تو این پوزیشن انجام میشه حرکت H5 بازی شد و اونم دلیلش اینه که میخوایم حداقل یک فضایی رو به این فیل بدیم که بتونه از پیاده در نیت دفاع کنی که حرکت درستی که حتی زودتر از اینها هم میتونست بازیکن سیاه انجامش بده اما خب اینجا انجامش میده که باز هم انجن از این حرکت خوشش نمیاد اما خب واقعا حرکت درستی تو این پوزیشن اگر که بخوایم یکم راجبش فکر کنیم این حرکت انجام میشه و همونجور که دیدیم با اینکه این حرکت یک حرکت اشتباه بود اینجا بازیکن سفید میره سراغ یک حرکت فوق العاده اشتباه دیگه و حرکت اسب سرو رو بازی میکنه که این حرکت اجازه میده که فیل سفید وارد بازی بشه و فیل سفید میاد توی خونه جی 4 قرار میگیره و الان قربانی تفاوت رو پس گرفته بازیکن سیاه اینجا وزیر میاد کیش میده شاه جابجا میشه و باز هم حمله میکنیم به وزیر حمله میکنیم به در واقع رخ خونه ای 8 که رخ میاد حمله میکنه به وزیر جابجا میشه و در نیت مهره رو برمیداریم داریم برداشته میشه و رخ میاد توی ای 2 این حرکت هم باز هم <تص> حرکت بدی نیست حرکت بدیه ولی خب حرکتی که انجن پیشنهاد میکرد تو این پوزیشن انجام بدین این بود که حرکت در واقع سی انجام بدیم که انجام دادن این حرکت به خاطر اینکه بتونیم زیر این قطر رو در واقع این قطر رو باز کنیم و حمله داشته باشیم اما خب حرکتی که فابی انجام داد حرکت واقعا چی میگن استانداردیه که بخواید تو این پوزیشن انجام بدین چون داریم فشار میاریم همونجوری که خونم تحت کنترله که این حرکت انجام شد و بازیکن سیاه این بازیکن سفید اینجا باز هم یک اشتباه محض دیگر انجام میده و همونجوری که فابی البته پیش بینی کرده بود حرکت اسب ای 4 انجام میده این حرکت باز هم حرکت خوبیه با اینکه انجن هم میگه حرکت بدیه با اینکه درسته بازی رو بازنده میکنه این حرکت اما خب اگر که یک تمپ به عنوان سفید بدین بازی تمومه چون اینجا کیش میدادیم و شاه اگر که بخواد بیاد بالا که ایچی اینجا این حرکت انجام میدیم و در نیت مات اگرم که بخوایم بعد از اینکه اینجا کیش دادیم شاه بیاد پایین که سراغ پیاده همراه با کیش و در نیت مات که اینها توی یه ذهن فیروزه بود و میخواسته یک کاری بکنه میدونست که توی پوزیشن خیلی بدی قرار گرفته به خاطر وجود این فیل سیاه پس قاعدتا می‌خواسته یک مقدار ریسک کنه و این ریسک اینجا جواب نیست چون حرکت رخ وجود داره این حرکت انجام شد تو این پوزیشن و بازیکن سفید نمیتونه قاعدتا قبول کنه این رخ رو چون اینجا کیش میدیم شاه جا میشه باز هم البته بخشید اول اینجا کیش میدیم بعد از شاه جا شد اینجا کیش میدیم و در بعد از اینکه اسب از... بعد از اینکه مات که راه دفاعی نیست و اگرم که واقعا حرکت دیگه ای هم وجود نداره و تنها حرکت همینه که اینجا حرکت شاه بی یک بازیشو توسطه علیرضا فریدجا و باید شما یک حرکت خاص رو تو این پوزیشن پیدا کنید اگر که میخواین برنده باشین و اون حرکت حرکت بی‌نظیره که فابیانو کاروانه تونست تو این پوزیشن پیدا کنه حرکت رخ f حرکت رخ f همیشه باید یادتون باشه که حتما باید از شاهتون محافظت کنید که اینجا این حرکت رخ F2 بازی میشه و همونجور که می‌بینید کاملا این فایل تحت کنترل اگرم که بخواید تعویض کنید و تعویض بشه این پیاده خیلی قدرتمنده این نصب زیر ضربه این پیاده میتونه برداشته بشه و عملا واقعا راه دفاعی از پوزیشن نخواهد بود تهدیدهای ماتی هم میتونید توی پوزیشن ببینید که اینها هستن ولی خب بعد از اینکه این حرکت انجام شد اینجا توی خونه یه G5 کش میده فیروزی و بعد از اینکه شاه جابجا شد اینجا با وزیر کش میده و بعد از اینکه با رخ دفاع شد میره سراغ پیاده ای خونه جی شیش و الان چجوری میخواید این تهدید ماتی رو دفاع کنید با حرکت وزیر درسته با حرکت وزیر F5 میشه دفاع کرد چون همراه با کیش میاد و مجبور این تعویز کنی و تعویز بشه و این آخر بازی کاملا برای سیاه برنده است چون بعد از اینکه اینجا رو اومدی ای خونه E1 ای شما میتونید برین سراغه اما هم حرکت دیگه ندارین چجوری میخواین از پیاده دفاع کنید به عنوان یک تمپ بدین و مثلا شاه رو توی این خونه قرار بدین حتی این پیاده قاعدتا از بین رفته نیست ولی خب در واقع پیاده رو به جلو میره و بعد از اینکه بخواین دفاع کنین دیگه عملا راهی برای دفاع نیست حالا هم اگر که این حرکت دیگه هم انجام بدین پیاده در ایدو بر رخ میومد میومد و بازی باز هم تمام بود که به همین دلیل رخومتی خونه ای یک پیاده برداشته شد و اسومتی خونه سی دو قرار گرفت که بعد از اینکه این حرکت انجام بشه شما باید یک تاکتیک دیگر رو توی این پوزیشن ببینید و اونم اینه که میتونی فیلتون توی خونی سی سه قرار بدید چون اگر که اینجا باز هم این پیاده قبول بشه حرکت فوق العاده ای رخ یک میاد و بازی تمومه حالا مجبوریم با رخ دفاع کنیم که بعد از تعویز تعویز و تعویز این آخر بازی کاملا برنده است برای دفاعی از پوزیشن نخواهد بود که باز هم میتونه انصراف بده فیروزه که به همین دلیل اینجا با اسب میره سراغ پیاده خونی. ای دو پیاده خونه بخشید ای سه و توی این پوزیشن حرکت رخ جی 5 بازی شد و در نهایت توی این پوزیشن بود حرکت 44 هم که علیرضا فیروزا از بازی انصراف داد و یک برد ارزشمند برای فابیانو کاروانا دلیل باختم کاملا مشخصه اگر که بخوایم بریم سراغ رخ میریم سراغ رخ خونه ای 1 پیاده زیر ضربه و پیاده اچ ای زیادی قدرتمنده و شاه هم به سادگی میتونه بیاد حمله کنه به پیاده ها و این اسب نمیتونه از همه چیز دفاع کنه و همه اینها رو علیرضا فیروزی دید و از بازی انصراف داد اما بذارین قبل از اینکه خدافظی کنیم ریتینگ بازیکن ها رو هم بعد از اینکه این مسابقات انجام بعد از اینکه این دور از مسابقات انجام شد رو هم با هم دیگه ببینیم که علیرضا فیروزی با ریتینگ 2751 همجور که میبینید توی نفر هشتم جهان قرار داره و از اون طرف وسلیسو توی این دور توی دور ششم هم تونست باز هم برنده باشه و لوون آرونیان رو شکست بده که ریتینگ 2761 رو گرفت که با این اختلاف ریتینگ ده امتیازی عملا کار فیروز تمومه میدونیم که بالاترین کسی که در واقع بالاترین ریتینگ رو داره میتونه به مسابقه کاندیداتوری راه پیدا کنه که مگنس کالسن که نفر اوله میتونه فابیانو کار... در واقع کالسن که راه پیدا کرده قهرمان جام جهانیه فابیانو کاروانا هم همینطور میتونه چون فکر کنم نفر نفر سوم جام جهانی شد ناکامورا هم که فیده گرند سوئیس رو برد دینگلر هم که قهرمان جهان نپومنیاشی هم که نایب قهرمان همینجوری توی مسابقات کاندیداتوری هستش و در نیت وسلیسو نفر بعدی خواهد بود که میتونه توی این مسابقات راه پیدا کنه البته اگر که همینجوری ادامه پیدا کنه و ریتینگی از دست نده که نمیدونیم چیه چه اتفاقی ممکن بیفته اما خب شانس ها خیلی 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 ضعیفه برای حضور توی مسابقات کاندیداتوری شطرنج مرسی که تا این لحظه همراه من بودید اگر که از این ویدیو خوشتون اومد و میخواین از من حمایت کنید حتما ویدیو رو لایک کنید و توی بخش کامنت سکشن برای من کامنت بذارید ممنون و تا یک ویدیو دیگه و یک شطرنج دیگه خدا نگهدار